السلام علیکم بینندگان گرامی از دو تیوی امروز جمعه 11 ایون است در استودیا با شما هستم فیروزی حید و اینک توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها سیاستشناس قرغیز تاجیکستان باید از عضویت سازمان پیمان اهنامه دستجمعی بیرون کرده شود میرزیف به خوجند سفر کرد کدام سندها به امضا می رسد تاجیکان در روسیه از همه بیشتر قانونهای راه را ویران کردند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان امروز پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف در ادامه سفر رسمیش به خوجند تشریف برده است. در این سفر او را امام‌علی رحمان همراهی میکند. قرار است در شهر خوجند پرزیدنت ها با چند سند دیگری همکاری امضا کنند. همچنین واخوری پرزیدنت ها با زیاییان دو کشور در قصر مدنیت ارباب خوجند و بازدید از آبانبار بحری تاجیک، کارخانه قالین های سوخت و نمایشگاه محصولات کشاورزی در باغ وحدت در نظر است. گفته می شود این اولین سفر میرزیف به شهر خوجند می باشد. در نشست های دیروزه رهبران تاجیکستان و ازبکستان بیش از 30 سندهای همکاری به امضا رسید. از جمله سندها در مورد گردش کالا و حجم تجارت دو طرفه، معارف و علم، صنعت و انرژیتیکا، برقرار شوی خطسیرهای نقلیاتی افتوبوسها، راه آهن و هوایی بین شهرهای دو کشور، علامت گذاری نقطه های مرزی، ترتیب بدوباش شهروندان دو کشور در قلمرو یکدیگر و غیره به امضا رسیدند. پس از وفات اسلام کریمو و به سر قدرت رسیدن شوکت میرزیف در ازبکستان، روابط سرد چند ساله دو کشور رو به گرمی آورد. از جمله در سفر رسمی شوکت میرزیف سال 2018 به دوشنبه چندین سازشنامه های مهم به امضا رسید که روابط نیک دو کشور را قوی تر کرد. بعد آن سفر مرزها بین دو کشور باز شد و نظامی روابط که به دست آوردنش به آسانی حاصل نمی‌شد از بین برداشته شد. و شهروندان دو کشور تا 30 روز در قلمرو یکدیگر بدون روابط حق بدوباش پیدا کردند. 14 نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی، فنی و اجتماعی ایران تاجیکستان اخیراً در شهر دوشنبه برگزار گردید. بر اساس اطلاع خبرگزاری ایرنا، ایران و تاجیکستان با تکیه بر ضرورت پیوست شبکه های برقی دو کشور به همدیگر از طریق مسیرهای موجود به توافق رسیدند. در پایان 14 نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری علمی و فرهنگی فنی و اجتماعی ایران و تاجیکستان، ریزا اردکانیان وزیر نیروی ایران و دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان سند همکاری های دو کشور به امضا رسانیدند. دو وزیر ابراز امیدواری نمودند که این سند مایه گسترش روابط دو جانبه خواهد شد. وزیر نیروی ایران در این نشست با اشاره به مشترکات و ظرفیت های فراهم در دو کشور در زمینه های گوناگون گفت. با وجود حاصل شدن توافق های خوب در اجلاس گذشته نیاز است که در اجرای توافق ها اقدام های تاثیرگذارتر به عمل آید. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان و رئیس تاجیکی کمیسیون نیز گفت امید می رود برگزاری نشست موجب جهش قابل توجه در رابطه های تهران و دوشنبه در همه زمینه ها گردد. یک گروه از زنان تاجیک که همسران جنگجویان تاجیک عضو داعش می باشند از امام‌علی رحمان خواستند تا آنها را از پناهگاه الحول سوریه زودتر به وطن برگردانند. با ادعای این زنان آنها با فشار شوهران و به درک دقیق این عمل به سوریه رفتند. و نوشته رادیو آزادی در حال زنان از فشار و فریب شوهران میگویند که بعضی از آنها با شوهرانشان هم اندیش بوده رفتن به جبهه جنگ مذهبی را دانسته انتخاب کردند. گفته می شود این زنان بعد از شکست گروه تندرو از 3 تا 4 سال اخیر با کودکان خردسال در پناهگاه های سوریه قرار دارند. شماره عمومی زنان و کودکان تاجیک در آنجا نزدیک به 600 نفر حساب می شود. در نامه زنان وضع خرد و کودکانشان را بسیار سخت ارزیابی کردند. طوری از نامه برمی آید که انگیزه نگاشتن آن از سخنرانی پرزیدنت در شهر اسفرا برخواسته است. باید گفت که امام‌علی رحمان ماهی اپریل هنگام سفر به اسفرا گفته بود که زنان و کودکانی درمانده در پناهگاه های سوریه را به وطن برمیگرداند. این پیام در سوریه نیز شنیده شده است که زنان می نویسند این با ما امید به آینده خوب بخشید. زنان تاجیک در نامه گفتند که در انتظار بازگشت به وطن هستیم و خاک وطن را بالاتر از همه چیز می دونیم. ما عذاب دیدیم که خدا به کسی نشان ندید.
نمیخواهیم فرزندانمون در این ملک آینده ای نخوب داشته باشند. در رابطه با این خبر زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت که همزمان مسئول برگرداندن زنان و کودکان از سوریه است روز 10 ژوئن به رادیو آزادی گفت مسئله همان در دستور روز است و سفارت کارها را دوام داده ایستاده است. یادآور میشیم که حکومت تاجیکستان سال 2019 بیش از 80 کودک جنگجویان داعش را از عراق برگرداند و اعلان کرد که زنان و کودکان را از سوریه نیز برمیگرداند، اما با گذشت 2 سال این وعده اجرا نشده است. وضعیت زنان و کودکان را در پناهگاه الحول سوریه سازمان ملل متحد وحشتناک خوانده، از حکومت ها خواسته است شهروندان خود را برگردانند. در این پناهگاه از دولت های گوناگون بیش از 10,000 خارجی نگهداری می شود. تاجیکستان یکی از 10 دولت دنیا است که در این پناهگاه تعداد شهروندانش زیاد گفته می شود. یک سیاستشناس قرقیز در رابطه با درگیری های اخیری مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان جانب تاجیکستان را گناهگار دانسته ادعا کرده که تاجیکستان همچون عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی به خاطر هجوم بالای یک عضو دیگر این سازمان یعنی قرقیزستان از عضویت این سازمان بیرون کرده شود. او این ادعایش را در کنفرانس با نام نقش سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در تامین امنیت مرزهای آسیای مرکزی اظهار داشت. با گفته او عملهای تاجیکستان را رعایت نکردن مقررات آیین‌نامه این سازمان درباره حفظ دسته‌جمعی استقلالیت، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری کشورهای عضو ارزیابی کردن ممکن است. او با ماده های 3 و 20 آیین‌نامه سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی همچون دلیل اشاره کرد. در ماده 3 چنین آمده است: هدف های سازمان تحکیم صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی و منطقوی، حفظ در زمینه دسته‌جمعی استقلالیت، تمامیت ارضی و صاحب اختیاری دولت های اعضا می باشند. ماده 20: اگر دولت عضو مقررات این آیین‌نامه، قرارهای شورا و قرارهای مقامات دیگر سازمان را که هنگام اجرای آنها قبول شدند اجرا نکند، شورا میتواند اشتراک آن را در فعالیت مقامات سازمان بازدارد. اگر دولت عضو من بعد نیز این عهده‌داری ها را اجرا نکند، شورا میتواند درباره خارج کردن آن از سازمان قرار قبول کند، میگوید سیاست‌شناس قرقیز. با گفته تمیرقولوف، با نظرداشت تجدید نزاع در افغانستان این تدبیر بیشک با تاجیکستان تاثیر خواهد داشت و در آینده چنین تجاوز و اخوای نخواهد بود. این ادعا در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان امسال ریاست سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را بر عهده دارد و درگیری‌های مسلحانه در مرز دو دولت در جریان جلسه شورای امنیت اعضای سازمان عهدنامه دسته‌جمعی در دوشنبه رخ داد. تا حال جانب تاجیکستان رسما به ادعای این سیاست‌شناس واکنش نکرده است، اما کارشناسان در شبکه‌های اجتماعی ایراد سیاست‌شناس قرقیز را بی‌پایه خوانده می‌گویند که قرقیزستان اول حمله را آغاز کرده است. چند پیش گروهی از فعالان و حقوق‌شناسان قرقیز گفتند که از بالای تاجیکستان به دادگاه بین‌المللی جنایی شکایت بردند، اما از فعالان جامعه مدنی تاجیک و از خود حکومت برای افشای واقعیت های درگیری روزهای 29 و 30 اپریل رسما اقدام صورت نگرفته است. تنها تشبث روزنامه‌نگار تاجیک رجب میرزا برای کمک ضرر دیدگان بود که آن هم از جانب مقامات کشور خونسا شد. وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه پیشتفان از روی شماره ویرانکنی قاعده های حرکت در راه بین خارجیان را نامبر کرد. بنا به اطلاع تاس، شهروندان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان نسبت به دیگر خارجیان بیشتر قاعده های حرکت راه در روسیه را ویران کردند. به حساب میانه، شهروندان قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تقریبا 51 صدمه های با گناه آنها صادر شده از شماره عمومی صدمه های با عیب رانندگان شهروندان دولت های خارجی به عمل آمده را تشکیل می دهند، گفته می شود در خبر وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. همچنین گفته می شود که شهروندان این کشورها در مجموع نصف قانون شکنی های حرکت در راه را که در سال 2020 خارجیان در روسیه صادر کردند تشکیل می دهد. در صورت صادر شدن حقوق ویرانکنی ماموری در ساحه حرکت در راه، ورود شهروندان خارجی به قلمرو روسیه منع کرده می شود یا بدوباشی آنها در فدراسیون روسیه غیرقانونی اعلان کرده می شود. همین طریق در سال 2020 درباره غیرقانونی بودنی بدوباش خارجیان در روسیه 2371 درخواست آماده کرده شده است. این نسبت به یک سال پیش 36% کمتر است.
غیر از این برای قبول قرارها درباره منع ورود به روسیه، بازرسی دولتی افتمبیلی این کشور با شعبه های مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه 41280 مواد فرستاد که این نسبت به سال گذشته 73.6% زیاد است. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه خبر امروز به پایان رسید. خبر و گزارش های بیشتر رو میتونید در سامانه ما از ده نقطه تیوی و کانال تلگرامی از دو تیوی پیگیری کنید. برایتان استراحت خوب و خوش رو تمنا داریم. خیر تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.